با سلام گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجایی که ما رو می‌بینید براتون سلامتی آرزو می‌کنم. قبل از اینکه وارد ریتم اصلی برنامه بشم و مهمان عزیزم رو شما معرفی کنم، می‌خواستم از تماساتون، از حمایتتون خیلی خیلی سپاسگزاری کنم. عشقتون فزون و به هر صورت همیشه با تلفناتون، با حمایتتون مسئولیت من نسبت به برنامه‌ام چند برابر می‌کنید. وقتی که برنامه من تموم میشه، مرداد پهلبود، مایسترو کاظم عالمی، پدر هنرمندش که بسیار پسرهای هنرمند، نوای هنرمند داره، و دکتر بشیری، دکتر سوا از نیویورک، ژیلا از نیویورک، شرار از واشنگتن، بسیاری اسما از آلمان تماس شخصی میگیرین، بسیار من خوشحال میکنین و امیدوارم که بتونیم هر برنامه از برنامه قبلی پربارتر بشه. مهمان برنامه ضیافت اسمیست آشنا، فریدون فرهندوز. فریدون فرهندوز اسمیست که من سالهای قبل وقتی که وارد رادیو تلویزیون ملی ایران شدم با چهره آشنا شدم، با کارهاش آشنا شدم. در اصل نامی نیست که بشه در یک برنامه تلویزیونی راجبش صحبت کرد با این وقت محدودی که ما داریم. فریدون فرهندوز، اسماعیل میفخرایی، فرید شهاب، شهرزاد افشار، محمد بیگلری، جورج مرادیان و بسیاری از اسمای سعید قائم مقامی بچه‌هایی بودن که سهراب اخوان، هرچی که اسمی ها، دکتر جودت، اینا تیمی بودن که باعث شدن که رادیو تلویزیون ملی ایران در سالهایی که به شکوفایی خودش رسید، در از پایه‌های اصلیش این افراد بودن و من همیشه عاشق کارهاش بودم و کارهاش رو دنبال میکردم و این افتخار نصیب من شده که وارد شهر فرشته‌ها شده و ما تدارک برنامه شعرخونی داریم که در یک شنبه که حالا اطلاع رسونی میکنم در طول برنامه و ازش خواهش کردم که بیا توی برنامه من و برام به افتخار بزرگه و این خواهش منو پذیرفت. در اصل برنامه ما داشتیم برای یکی دو معرفی کتابی که فریدون فرهندوز اینها رو به رشته تحریر درآورده بود، ولی برنامه بیشتر خصوصی بود و خیلی ها از ما گله کردن یا از ما خواستن که یک برنامه پابلیک داشته باشیم که ما داریم میریم برای یک برنامه عمومی. از کارگردان برنامه تشکر کنم. بریم یک کلیپ از فریدون فرهندوز ببینیم، برگردیم بدیم برنامه رو دست خودش صاحبخانه است. از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم
حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چو کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم نه گسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم. اشکی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم، نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. اگر به ما نگاه میکنید، در برنامه ضیافت هستیم، همون جوری که اطلاع رسونی کردم. مهمان برنامه من فریدون فرهندوز، من لقبی بالاتر از استاد یا خیلی بالاتر از اون نمیتونم براش پیدا کنم، چون خیلی دوست میدارمش. به نظر من نماینده اخلاق، به نظر من در هر کاری که پا گذاشته اون کارو به نفع اصلا انجام داده و یک کارنامه و پیشینه بزرگه. من سلام میکنم به فریدون فرهندوز و خوش آمدید. امیدوارم که خوب باشی. سلام میکنم به تماشاگران گرامی برنامه ضیافت و براشون آرزوی تندرستی و دلشادی دارم و بی‌نهایت خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه تو از تلویزیون اندیشه با مردم صحبت میکنم، جدا از برنامه‌ای که خودم دارم در این تلویزیون. شما اینم بیمادید توی شهر شلوغ کردید، چه خبره فریدون جان؟ بله، من معمولا هر 3-4 ماه یک بار میام که دوستامو ببینم، چون همه دوستای من، اساتید من، بزرگان این کار در این شهر هستند و من همه میام که خدمتشون سلامی بکنم و بیماهشون رو ببینم. علاوه بر اون در چند برنامه مختلف هم شرکت میکنم، معمولا برنامه شب شعر هست و سخنرانی هست در موارد خاصی. اومدم به شهر، در ایرواین یک برنامه داشتم روز یک شنبه در مورد زندیات فریدون مشیری که شعرش رو پخش کردیم، و یک شنبه این هفته به همت دوستان عزیزم فریبرز یوسفی و آقای مهندس منوچهر کهن و به همت خود شما و دوستان هنرمندتون یک برنامه خواهیم داشت در یک مرکز آموزشی و فرهنگی یهودیان به نام بت دیوید که در ولی هست، در شهر تارزانا، از ساعت 6 بعد از ظهر. این برنامه شعر و موسیقی خواهد بود که در مورد موسیقی خودتو بهتر از همه میتونی توضیح بدی، شعرخوانی هم که من در خدمتشون خواهم بود و پذیرایی شام هم هست گویا. و به هر حال امیدوارم که برنامه خوب باشه، امیدوارم که مردم محبت بکنن و تشریف بیارن و بتونیم شب قشنگی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. حتما هم داریم. اگه بخوام یه مقدار برگردم فریدون جان، فلاش بک بکنم به گذشته، شما اصلا چطور شد که وارد رادیو تلویزیون ملی ایران شدی؟ خب من این ماجرا رو خیلی بارها تعریف کردم، گفتم من زمانی که دانشجو بودم، قبل از اینکه دانشجو باشم این رو لازمه بگم، وقتی که امتحان کنکور ما دادیم برای شرکت در برای رفتن به دانشگاه تهران، نتایج امتحانات کنکور که اعلام میشد، علاوه بر اینکه در روزنامه ها منتشر میشد نتایج، در برابر دبیرخانه دانشگاه اینها رو میزدند، لیست رو میزدند که کیا قبول شدن، و چون همه مشتاق بودن که قبل از اینکه روزنامه در بیاد بدونن که کی قبول شده، میرفتن اونجا و این لیست رو نگاه میکردن.
یک روز که من رفتم برای تماشای اون لیست، یک پسر جوانی هم کنار من ایستاده بود و با هم صحبت کردیم، سلام علیک کردیم، گفتیم که شما کجا قبول شدی، اون گفت شما کجا قبول شدی، بالاخره چند تا رشته قبول شدیم و یکیش رو برگزیدیم و با هم دیگه رفتیم به اون رشته. این پسر اسماعیل میرفخرایی و خب با اسماعیل ما از همون زمان دوران دانشگاه شروع کردیم و چون هر دومون علاقمند بودیم به کارهای هنری و به خصوص به کار گویندگی، شروع کردیم به گوش کردن به برنامه‌های زنده‌یاد ایرج گرگین، استاد نازنین و عزیز من که واقعا جای خالیش به شدت در قلب من حس میشه و مطمئنم که برای همه همینطوره. رفتیم با اسماعیل به نمایشنامه‌های برنامه دوم رادیو که رادیو تهران اون زمان نام داشت. آقای گرگین این نمایشنامه ها رو سرپرستی میکرد همراه با برجسته ترین نام‌آوران تئاتر اون روز ایران، از بیژن مفید بگیریم تا سیروس ابراهیمزاده، بهرام وطن پرستان، نمیخوام نامی رو بگم از قلم نندازم، ولی به هر حال برجسته ترین آثار کلاسیک دنیا رو ترجمه میکردن و این رو به صورت نمایشنامه برای مخاطب ایرانی در اون سال، صحبت سال 1343-45 هست، ما خودمون حدود 45 بود که اونجا رفتیم. بعد رفتیم اونجا امتحان دادیم که ببینیم ما هم قبول میکنن. ما هم قبول کردن، منتها یک نقشی بود بهش میگفتن نقش مردی، یعنی وسط نمایشنامه یک ساعته یه نفر میومد از اون کنار رد میشد میگفت آهای، اون آهای ما میگفت مثلا در اون زمان. به این صورت شروع شد. بعد که تلویزیون ملی ایران میخواست شروع به کار بکنه، آگهی کرده بود برای پذیرش گوینده، من به اسماعیل گفتم که تو بیا برو و امتحان بده. گفت نه تو خودت چرا نمیاد. گفتم که من چاقم، من تلویزیون رام نمیده، به نچه بهتر که تو بری. یک تقاضانامه پر کردیم و فرستادیم برای اسماعیل و اسماعیل میرفخرایی در مهر ماه 1345، زمانی که برنامه‌های آزمایشی تلویزیون ملی ایران شروع شد، شد نخستین گوینده تلویزیون ملی ایران و این خوشبختی رو دارم که دوستی ما از اون زمان همچنان پایدار. شش ماه بعدش من به او پیوستم، در یک امتحان دیگری شرکت کردم و رفتم به تلویزیون و از اونجا دیگه شروع شد. انگیزه شما در رابطه با این همه با شعر و با ادبیات از دیرباز بوده؟ من از بچگی خیلی دوست داشتم، خیلی علاقمند بودم به کتاب، زیاد میخوندم، روزنامه میخوندم، ولی بیشتر کتاب. اون زمان ها البته کتابی که میخوندیم رمان های نمیدونم پلیسی و رمان های خیلی عشقی و پاورقی های روزنامه ها بود که برجسته ترین نویسندگان اون زمان مثل حسین قلی مستعان و نمیدونم جواد فاضل و اینها می نوشتن و اینها بسیار هیجان انگیز بود و میکشوند خواننده رو دنبال خودش از این هفته به اون هفته به صورت پاورقی. و بعد کتاب خوندن، رشته ای که من خوندم رشته تحصیلیم رشته طبیعی بود، ولی علاقم به ادبیات خیلی خیلی زیاد بود از همون بچگی به دلیل همون کتاب خونی فراوان. در اصل چون من همیشه دنبال وقتی که یک هنرمند رو میبینم یا یک نویسنده رو دنبال ریشاش میگنم، از طریق تشویق خانواده هم بوده. خانواده هم تشویق میکردن، بله طبعا تو خانواده ما هم بود، مثل همه خانواده های ایرانی کتاب حافظ بود و شاهنامه بود و بالاخره خواندن شعر رسم بود، به خصوص در نوروزها یا در عیدهای ملی دیگر که برگزار میشد. ولی بیشتر شاید بیشتر خود من بودم که نمیدونم چرا، ولی کشش فراوانی داشتم به ادبیات و انشا می نوشتم در مدرسه و نمره انشا همیشه 20 بود و خیلی خوب بود. و بعدش هم چون من در 16 سالم بود که من دیپلم گرفتم از دبیرستان دارالعلوم، در همون 16 سالگی یک مجموعه خیلی کوچکی از این انشاها رو به اصطلاح چاپش کردم و یه نسخه‌ش هم هنوز دارم، یک کتاب کوچولو بود که او البته به تشویق پدرم بود که منو برد و در کتابخانه علمی که یکی از معروف‌ترین ناشران اون زمان بود و ایشون هم به محبتی که به من داشت و به پدرم داشت اجازه داد که این بچه مثلا این جزوه‌ش رو چاپ کنه که تشویق بشه و خوشحال بشه. حالا که میخونه آدم خنده‌اش میگیره، ولی به هر حال از اونجا شروع بشه. هیچ وقت به علت ظرافت صدایی که داریم به کار دوبله کشیده نشدی؟ دوبله نرفتم به اون صورت هیچ وقت، برای اینکه من واقعا از آغاز با تلویزیون شروع کردم.
و خب اول با فیلم مستند در تلویزیون شروع کردم و فیلم مستند بسیار زیادی مخوندم. بعدها این فیلم مستند رو به خارج هم تسری دادم، یعنی اینکه دیگه مخصوص تلویزیون نبود، در بخش خصوصی هم خیلی فیلم مستند بود که خواستن و من رفتم خوندم. و بعد در مورد انونس فیلم شروع کردم خوندن، اونم به همت یکی از دوستان بسیار نازنینم آقای کاوه که از برجسته‌ترین طرفداران سینما بود، خودش صاحب سینما بود، صدا رو خوب میشناخت و خیلی مشوق من بود. من رفتم و شروع کردم به انونس فیلم گفتن و جالب اینه که این انونس ها بچه هایی که در ایران هستند، این جوانان نازنین، اینا رو پیدا میکنن و برای من میفرستن و خودم مثلا یادم نمیاد که اینا رو من گفته باشم. انونس فیلم گفتن ولی دوبله به اون مفهوم کار نکردم، اما خب در کنار هنرمندان برجسته دوبلاژ ایران از نمیدونم اسماعیلی، آقای منوچهر اسماعیلی استاد بزرگ بگیرید تا آقای خسرو شاهی تا پرویز بهرام عزیزم تا ایرج تماس بیار کنار، همشون بالاخره به عنوان یک شاگرد کار کردم در کنارش. درود بر شما. ما می‌خواستیم از شما خواهش کنیم یک شعری توی برنامه من دوست داشتم یه شعری از شما داشته باشیم که بخونیم که کمال مه که ما گوش بدیم. بعد باز من اطلاع رسانی می‌کنم برای برنامه‌مون. با کمال شعری رو که میخونم براتون، شعر بسیار معروف زندیات نادر نادرپور هست که در همین شهر در لس آنجلس درگذشت، چشم از جهان بست و من افتخار این رو داشتم که سالیان دراز در خدمت او باشم در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و در گروه ادب امروز و زیر نظر او کار بکنم و بسیار از این مرد بزرگوار آموختم و فکر میکنم یکی از برجسته‌ترین نمایندگان شعر امروز ایران بود و فریادی بود که در غربت خاموش شد. کهن دیارا، دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم. نه پای رفتن نه تاب ماندن، چگونه گویم درخت خشکم، عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندد در استخوانم. در این جهنم گل بهشتی چگونه روید چگونه بوید؟ من ای بهاران ز ابر نیسان چه بهره گیرم که خود خزانم؟ به حکم یزدان شکوه پیری مرا نشاید مرا نزیبد، چرا که پنهان به حرف شیطان سپردم دل که نوجوانم. صدای حق را سکوت باطل در آن دل شب چنان فرو کشت که تا قیامت در این مصیبت گلو فشارد غم نهانم. کبوتران را به گاه رفتن سر نشستن به بام من نیست که تا پیامی به خط جانان ز پای آنان فروستانم. سفینه دل نشسته در گل چراغ ساحل نمی درخشد، در این سیاهی سپیده ای کو که چشم حسرت در او نشانم. الا خدایا گره گشایا، به چار جویی مرا مدد کن، بود که بر خود دری گشایم غم درون را برون کشانم. چنان سراپا شب سیاه را به چنگ و دندان درآورم پوست که صبح عریان به خون نشیند بر آستانم در آسمانم. کهن دیارا، کهن دیارا، دیار یارا، دیار یارا، به عزم رفتن دل از تو کندم ولی جز اینجا وطن گزیدن نمیتوانم، نمیتوانم.
بسیار مشکل میشه بعد از شعرخوانی فریدون فرهندوز سخن گفت. ولی اگر ولی بعد از موسیقی همایون خسروی این بسیار مشکل میشه. چلو بسیار زیبای ولی خسروی. اگر که علاقمند هستین روز یک شنبه بعد از ظهر موقعی که استراحت کردین شنبه شب مهمانیاتون رفتین روز به کارهای عقب افتادتون رسیدین شنبه بعد از ظهر میتونین در یک محل بسیار صمیمی و در یک محلی که در اصل در قلب ولی هست یک انجمن فرهنگی و انجمنی که بیشتر اتفاقهای شبهای شعر و موسیقی در اون اتفاق میفته بیاین فریدون فرهندوز رو ببینین و هنرمندان بسیاری گروه همسفران به نام زیایی لیلا محمدی آرش کمالیان نوازنده تار خانم فرشته دهقانی آوازخوان ونداد مساز‌زاده نوازنده آکاردون و در بخش‌های مختلف موسیقی‌های مختلف بر اساس شعرهای فریدون فرهندوز موسیقی‌ها رو انتخاب کردیم که بتونیم که در کنار شعرخوانی فریدون فرهندوز نغمه‌های موسیقی رو هم به گوش شما برسونیم. اگر تلفنی هم می‌خواید 310 717 1259 فریبرز یوسفی سلطان قلب شهر کسی که بدون شک سقف خانش با سوسن و در خانش همیشه باز است برای هنرمندانی که از ایران میان هنرمندانی که از نقاط مختلف آمریکا میان و همیشه با اینی که بسیار گرفتاره کمک میکنه که بتونه این شب‌ها برگزار بشه. اگرم که باز اطلاعات بیشتری خواستیم که تلفن من همیشه در اختیار هم است میتونیم تماس بگیریم که من اطلاعات بیشتری به شما بدم. من وقتی که شما شعر میخوندید دلم نمیخواست این شعر خودتون تموم بشه. فریدون جان میخوایم بریم یک کلیپ دیگه شما رو ببینیم باز برگردیم من با شما کلی کار دارم. خواهش میکنم. صدای عشقم فریدون جان این شعر مال خود شما بود؟ بله شعر که چه هست من بالاخره یه چیز رو بسیار زیبا می‌نویسم. کی این کار رو نوشتی؟ این بعد 3-4 سالی پیش. یک نکته رو لازم میدونم بگم که این جوانی که دیدید یعنی تنظیم تصاویر با شعر و با موسیقی تدوینی که شده بود کار یک جوان نازنین ایرانی هست در آلمان که با من از طریق ایمیل آشنا شد و تماس گرفت با من از طریق فیسبوک و ایمیل و به خاطر محبتی که به من داشت اینها رو خودش درست کرد و بدون اینکه من آگاهی داشته باشم برای من فرستاد و من یک دنیا از رضا و اینساری عزیزم ممنون هستم که در مونیخ آلمان این همه من محبت کرده و این کلیپ های به این زیبایی رو تهیه کرد. چقدر من همیشه در برنامه فریدون جان همیشه سخن میگم راجع به بچه‌های ایران
که واقعا حرف آخر میزنن و با تمام امکاناتی که محدود امکاناتی که دارن به خصوص در زمینه موسیقی که رشته خود من هست خیلی کارهای بزرگی انجام میدن و من همیشه ازشون ممنون هستم، حوصله میذارن، تماس میگیرن و همیشه جوای یاد گرفتن هستن، جوایی که پیدا بکنه چهره رو. وقتی که یک جوون 21 ساله میاد از پرویز محمود از من میپرسه که این تو کجا درس خونده، کجا میشه رد پای اونو بگیره، یا از افرادی مثل هرمز فرهاد که در ایرلند هست و یا از کتاب های ردیف های دکتر بکشری، من حیرت میکنم که این اختلاف سنی و نبودن اون اطلاعات کافی چطور ممکنه اینا به این فکر میفتن که من اینا رو پیدا میکنم. و خیلی مثلا جوانان ایران واقعا فوق العاده، یعنی من میگم زبانم قاصره، واقعا زبانم قاصره، نمیدونم در برابرشون چی بگم. یکی از بزرگترین خوشبختی های نسل ما به گمان من این هست که به رغم همه تلاش هایی که شده در طول این 30 چند سال نتونستند ارتباط امثال تو و من رو با جوانان ایران قطع بکنن. و همین که میگی جوان ایرانی ماها رو نمیشناخته، اون کاری که ما در ایران در اون زمان میکردیم، ولی به هر حال رفته و تحقیق کرده و جستجو کرده و پیدا کرده و علاقمند شده و بعد با ما تماس گرفته و این همه مهرش رو از سر ما ریخته و این همه دانش و آگاهی و زیبایی رو که اصلا حیرت انگیزه. واقعا برخی از کارهای اینا رو که میبینم، حالا تو خودت در زمینه موسیقی میبینی که من صلاحیت درش ندارم، ولی نثرشون رو که میخونم، شعرشون رو که میبینم، واقعا دست همشون میبوسم و این جوانها سرمایه های اصلی ایران هستند و همینا هستند که ایران آینده رو خواهند. شما مثلا شکست نفسی میکنید به خاطر اینکه وقتی که شما شعر میخونید در اصل اون اجرای موسیقی میکنید، به وقتی که میبینم این فریزا رو شما، این جمله ها رو، توقف هایی که میکنید و اون کلماتی رو که عقب و جلو رو میزنید روی شعر، به نظر من خودش ساختن این ملودیه و حتما از فرهنگ موسیقی های بالایی برخوردار هستی که میتونی اینا رو با موسیقی خیلی خوب با صدای خودت اینا رو درست کنید. به خاطر بچه های ایران یه شعر بخونیم، موقعیم از شما استفاده بیشتر بودیم تو استودیو، یکی از شعرهایی که خودتون دوست داریم بخونیم و اونا تقدیم کنیم. به بچه های ایران من این یک توضیحی در مورد این شعر باید بدم. در سال اسفند ماه سال 1357 من به همراه چند تن از هنرمندان ایرانی، از دوستان بسیار نازنینم، از جمله زنده‌یاد تورج نگهبان و دوست بسیار نازنین بزرگوارم علیرضا میبودی، هسته مرکزی گروهی رو ریختیم. یک مجله در ایران درست شد که ما اسمش رو گذاشتیم نخستین مجله گویا در دنیا به نام صدا، و این صدا اون زمان بر روی کاست ضبط میشد و در بساط روزنامه فروشی ها هم به فروش میرسید، یعنی در کاست فروشی ها فروخته نمیشد. درست مثل یک مجله بود، یک صفحه مقوایی که در کنارش نوشته شده بود مطالبی که در این شماره هست، از پیام سردبیر تا موسیقی های مختلف، و بعد این کاست برای اون چسبیده شده بود. صدا در اون زمان سر و صدای زیادی در ایران کرد. خود من در 3 شمارش افتخار داشتم که با زنده‌یاد تورج نگهبان و علیرضا میبودی و بسیاری از هنرمندان نام‌آور اون روز و امروز ایران همکاری کنم. بعد از این 3 شماره هنرمندان دیگری همراه با تورج نگهبان این راه رو ادامه دادند و بسیاری از هنرمندان، یعنی نمیخوام نام ببرم، ولی بسیاری از اونها در این نوارها مشارکت داشتند و فکر میکنم کار بسیار بسیار ارزشمندی شد. متاسفانه روی نوار کاست بود و نوار کاست هم میدونی که در طول زمان از بین میره. در همون زمان تورج نگهبان عزیز من یک شعری گفت که در نخستین برنامه، در نخستین نوار صدا، صدای شماره 1 در اون خوانده شد و زنده‌یاد عماد رام هم بر روی اون آهنگی ساخت و هم خودش اون آهنگ رو نواخت و هم خودش با صدای بسیار زیباش اجرا کرد. این شعر در بهار سال 1358 در بهار 1358 در ایران منتشر شد. نام شعر هست هموطن.
هموطن، بی وطن خواهی ماند گر از این بیش تو بازیچه بیگانه شوی. گوش جان را بگشا، عقل را هم سفر خویش نما، ورنه چون بوم تماشاگر ویرانه شوی. هموطن، آن صدایی که تو را جانب خود میخواند، آن سرانگشت که پیوند تو را با وطنت میگسلد، از گلو یا که ز دست من ایرانی نیست. هیچ کس در وطنش عامل ویرانی نیست. هموطن، باور کن، دست اهریمنی دشمن توست آن که بر شعله احساس تو دامن زده است. دوزخی آتش بس شعله وری ساخته است، رحم ناکرده به مأوای تو و من زده است. هموطن، ریشه هر قومی در زمین می روید. اگر این خاک ز دستت برود، ریشه ات می خشکد، شاخه و برگ تو پژمرده شود، نامت از دفتر ایام برون برده شود. هموطن، هموطن، بیش از این بر شکن موج حوادث منشین، به سلامت به سپار این شب طوفانی را، تا که با دست شقاوت ننویسد تاریخ نام یک ملت آواره ایرانی را. شعر زیبای تورک در، همونطور که گفتم، در بهار 1358 به هر حال زنده باشه روحش و شاد باشه یادش. حتما بسیاری از کارهایی رو که من خودم افتخار همکاری داشتم با فریدون شهبازیان، با خانم الهه، بسیار به تورج نگهبون، وقتی که شعرم نمیگفت یک شاعر بود، وقتی که سکوتم میکرد یک شاعر بود، و ما خاطرات خوبی ازش داریم. من یک بار دیگه اطلاع رسونی میکنم، اگر در شهر لس آنجلس مقیم هستین، فریدون فراندوز مهمان شهر فرشته ها هست، یک شنبه بعد از ظهر در زیر یک سقف مهربانی انجمن فرهنگی بیگ دیوید، بعد از ظهر یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر، با بخشی از موسیقیدان‌های خیلی خوب، فریدون فرهندوز شعرخوانی میکنه، شعرهای معاصر، شعرهای کلاسیک. من یقین دارم که ساعت‌های خوبی خواهد بود در کنارم. اگر میخواییم برای دیدار فرهندوز یا برای شنیدن شعر، شنیدن موسیقی، بیاییم در کنار هم باشیم. تلفنی هم که میتونید باز اطلاعات بگیری 310-717-1259، و در اکثر مغازه ایرانی و در مراکزی که مربوط به ایرانی ها هست اطلاعاتشو ما گذاشتیم. من بازم سپاسگزاری میکنم ازت فریدون جان. میدونم که امروز روز سختی داشتی، حتما با یک کلیپ شما میریم برای خداحافظی. میخواستم اینم اگه شما کاری نداری کم کم خداحافظی کنیم. و من فقط می‌خواستم بگم که این برنامه رو گروه فرهنگ و ادب، فرهنگ و ادب پارس برگزار کرده، و واقعا بسیار ازشون ممنونم که به من محبت داشتن و از من خواستن که در این برنامه شرکت کنند. بسیار سپاسگزارم از همایون خسروی عزیزم و گروه هنرمندانی که در این برنامه به من منت گذاشتند، و با هم امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم. پس خداحافظی کنیم. خداحافظی میکنیم. در پایان بخش یکی دیگر از برنامه‌های ضیافت براتون، شب‌های پرستاره، روزهای آفتابی، تا برنامه بعد، روز روزگار بر شما خوش. سال روز آمدنم، جا
جشنی نبود قربت نشین پای بسته ی سال ها سپری کرده را خسته را من از خاطر هیچ کس گذشت در این خزان غریبان ی سالیان فراز عمر بر قله ی بی جوشش دوران فرو ایستاده‌ام آنک راه توشه ی ممزوج رنج و خاطره بر کوهبار غربت روزان رهسپر اینک بوده ی جویش های بی انجام و پویش های بی فرجام مویی سپید و رویی به رنگ مو قلبی قنین و دیگر من بودن که رفت رفتن چه شد گامی به راه گام دگر عقد شدن